سلام و خوش آمدین. در تاجیکستان کارزار را افتاده که خانه به خانه میرن تا جلو افزایش افرادگرایی را بگیرن. بیشتر از 1800 کارمند دولتی در ولایت ختلان به مردم میگن که با گروه های افراطی دینی در ارتباط نباشند. حکومت تاجیکستان به دلیل افزایش افرادگرایی دینی نگران شده، چون که امسال چندین شهروند تاجیک در حملات تروریستی و توطئه های مرگبار در روسیه، ایران، امریکا و اروپا دست داشتند. تاجیکستان که مرز طولانی با افغانستان دارد، همیشه یک موضوع را به عنوان یکی از نگرانی های اصلی مطرح کرده: نفوذ افرادگرایی دینی از افغانستان. حالا که طالبان در افغانستان حاکمند، این خطر چقدر واقعی به نظر میرسه؟ چرا این بحث مهم است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث به این موضوع میپردازیم. گپ میزنیم با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جنرال محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، که از طریق اسکایپ در برنامه است. خب اول ملا رجب به ما بیشتر بگو در مورد این کارزار خانه به خانه در ختلان که جزئیاتش از چه قراره. بله، درود بر شما و بر بینندگان شما. جزئیات این مسئله از این قرار است که حدود 1800 کارمند دولتی که در میانشان خب روحانیان هم هستند و کارمندان معارف، آموزگاران و دیگر کارمندان دولتی، خانه به خانه مردم میگردند و با آنها صحبت میکنند اصلا در موضوع افرادگرایی. و نکته مهم این است که آنها بجز از آن که به ساکنان میفهمانند که با گروه های افرادگرا نپیوندن، اصلا به آنها تاکید میکنن که بعد پیوندان خود که در روسیه مهاجر هستند به آنها هم برسانند که با خویشاوندانشان که در روسیه هستند برسانند که از صحبت با شخصان از آن گروه های افرادگرا و از هر گونه همکاری با آنها خودداری نمایند. چون ببینید در تقریبا حالا به آمارهای رسمی 1 میلیون، ولی به طبق بعضی تخمین ها حدود 2 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه هستند. تقریبا از هر یک خانه 1 نفر یا 2 نفر در روسیه هستند که بیشتر با واسطه مقامات، با واسطه پیوندانشان به آنها میرسانند که از هر گونه همکاری با گروه های افرادگرا خودداری نمایند. و یک نکته هم باید بگویم که به طبق آمارهای رسمی و به گفته مقامات تاجیکستان، محض بسیاری از جوانان تاجیک محض در وقت زمانی که در مهاجرت هستند در روسیه به دام گروه های افرادگرا میافتند. و هفته قبل هم دو استاد اکادمی پلیس تاجیکستان در یک مقاله شان این را نوشتند که از 10 جهادی تاجیک، یعنی از 10 تاجیکستانی که خود را به سوریه و عراق رفتند و به گروه های تروریستی پیوستند، 8 نفرشون از میان مهاجران هستند. و به همین خاطر هدف از این اقدام ها هم اصلا نه خود مردم در داخل تاجیکستان، بلکه آن مهاجران هستند. این جالب است، بیشتر صحبت میکنیم. مخصوصا ما شنیدم که یک اصطلاح به نام امامان اینترنتی بیشتر شنیده میشه از سوی مقامات در تاجیکستان، که شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که در ادامه مثلث بیشتر در موردش گپ میزنیم. جناب جنرال، بخوایم شما با ما بگوین که با توجه به آنچه که شنیدین، آیا کارزار خانه به خانه در ولایت ختلان تاجیکستان میتونه به تنهایی مؤثر باشه در جلوگیری از افرادگرایی دینی یا آنچه که مقامات در تاجیکستان نظام میکنن؟ سلام بر شما و سلام بر محترم ملا صاحب رجب. ما متیقین هستم که با در نظر داشت تجاربی که ما در افغانستان داریم، باید یک برنامه بسیار بزرگ سیاسی در تاجیکستان راه اندازی شود تا بتوانند به مردم تعاطی بکنند که آنچه در افغانستان و منطقه گذشته و اهدافی که افرادگراها در منطقه تا اکنون ادا کردند، اجرا کردند، برای مردم تاجیکستان یک تجربه بسیار خوب است. ما در افغانستان
در ایران، در پاکستان و حتی در منطقه و دورتر از منطقه تجاربی از افرادگرایی داره. افرادگرایی در سوریه چگونه بود؟ افرادگرایی در عراق چی مسائلی را برای مردم به وجود آورد و بالاخره بین مردم چی انقلابهای به وجود آمد؟ در پاکستان همین اکنون افرادگراها برای از بین بردن اتحاد پاکستان چگونه فعالیت میکنند؟ افرادگراها در افغانستان اکنون کشور ما را به بنیاد و یا به مرکز تروریستی تبدیل کردند. وظایفی از یا چیست؟ وظایفی از یا تجارت مواد مخدر، به وجود آوردن انتحار، انفجار، جنگ، مرگ و بالاخره فقط با دو کلمه که جنت و دوزخ برای مردم اینا تدریس میکنن و میگن که ما شما را به جنت میبرن، با فعالیت های افراطگرایی اینها ادامه میتن، در حالی که جنت و دوزخ به نیت انسان، به عمل کرد انسان، به فعالیت انسان، به بین انسان و خدا مزمر است. تاجیکستان کشور بسیار خوب است. ما برای مردم تاجیکستان، برای سیاستمدارای تاجیکستان میگویم که بر علاوه که کارهای سیاسی را در تاجیکستان انجام میدن، بیاین در مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی در سطح منطقه و دنیا یک کمپاین راه اندازی بکنند که مردم بدانند که افراطگرایی بد است. در اسلام هم افراطگرایی بد است. تشکر از این جناب جنرال، واقعا موضوع مهم و در این حال پیچیده هست و عوامل زیاده هست که باعث میشه یک فرد تمایل پیدا بکنه به پیوستن با گروه های افراطگرای دینی. ما همین سوال را از یکی دیگر از کارشناسا پرسیدیم، ببینیم یک بخش از این اظهارات را و زود برمیگردیم. عوامل تقریبا به دو حصه میتونیم تقسیم بکنیم، عوامل داخلی و عوامل بیرونی. عوامل داخلی عمدتا برمیگرده به محدودیت هایی که در قسمت هویت فرهنگی و دینی مردم در وجود داره در جوامع، مثلا محدودیت هایی که از طرف دولت اعلان میشه، محدودیت هایی که در قسمت مثلا پوشش مردم یا در قسمت بجاوردن مراسم دینی و مذهبی مردم هست. اینا خودش یک اندازه کشش مردم به طرف گروه های اسلامگرا و گروه های تندرو افراطی بیشتر می سازه. عوامل خارجی هم در اینجا اما قدر مهم هست و اهمیت داره که عوامل داخلی، و او برمی گرده به موضوعات جغرافیای سیاسی از این منطقه و ای که چگونه افرادگرایی دینی، افرادگرایی مذهبی یک وسیله بسیار مؤثر و خوبه برای قدرت های خارجی هست که از او به خاطر رسیدن به اهداف خود استفاده بکنن. و ما مثال های فراوان زیر در داخل افغانستان در تاریخ معاصر کشور خود داریم و همه قسم در منطقه میبینیم که امی گروه های به اصطلاح افراطی مذهبی در طول امی 40 سال یا 50 سال گذشته که در افغانستان منازعات مختلف ملی و بین المللی وجود داشته، ای رونق بیشتر داشته یا فرصت های بیشتر برش بوده. ای گروه های افرادگرا عمدتا نتیجه امی پالیسی های جیوپولیتیک در این منطقه بودن. خب مولا رجب، پس بر بگردیم به موضوع امامان اینترنتی که اصل ماجرا از چی قرار است. برای مخاطبان ما حتما جالب است بدانند که این به چی معناست وقتی که میگیم امامان اینترنتی و مقامات تاجیکستان بیشتر از این اصطلاح کار میگیرن. بله، پیش از پاسخ به این سوال شما میخواستم به یک نکته اشاره کنم که جناب جنرال اشاره کردن. واقعا در تاجیکستان یک و چند استراتژی که مبارزه با افرادگرایی عمل میکند از طرف دولت قبول شده است، و این اشاره که جناب جنرال هم کردن از زبان مقامات از جمله رئیس جمهور بارها صدا داده است که خب شما ببینید احوال سوریه چی شد، احوال عراق چی شد و احوال افغانستان با این افرادگرایی. ولی ظاهرا این چیز زیاد کار نداده. چرا؟ چون که حداقل در همین سال شهروندان تاجیکستان در چند گوشه جهان خب با گمان افرادگرایی، با گمان دست داشتن در حادثه تروریستی بازداشت شدن. و حالا برگردیم به سوال شما که امام های اینترنتی. ببینید وضع تاجیکستان چنین است که بعد از سال 2010 و دقیقا بعد از سال 2015
روحانیانی که در جامعه تا جای نفوذ داشتند یکی یکی از منبرهای مساجد دور شدند و منبرهای مساجد اصلا با از طرف امامان آمدند به منبرهای مساجد که در موافقه با دولت تعیین میشدند و متاسفانه اینها این امامان که آمدند اصلا همان حرفی را میزدند که دولت میگفت طرفداری از سیاست دولت و همین چیز که در نهایت این چیز باعث شده که جوانان کمتر به حرف این روحانیان گوش میدهند و به همین خاطر یک قسم ساکنان یک قسم مردم معلومات دینی را از طریق آن امامان میگیرند که از طریق اینترنت از جمله یک قسم زیادشان امامان هستند که روحانیان از افغانستان و به همین خاطر در مقامات تاجیکستان بارها این اصطلاح استفاده میکنند که از طریق امام های اینترنتی شما اسلام را ناموزانه چون آنها چیزهایی میگن که به مذهب حنفی و به آن چیزی که مردم برداشته که مردم تاجیکستان از اسلام دارن تا جایی در مقایر فرق میکند و به همین خاطر این اصطلاح زیاد صدا میدهد در تاجیکستان و مقامات هم تلاش میکنند مردم کمتر اسلام رو از چنین امامان اینترنتی بیاموزند. یعنی اگر خلاصه بگویم امامان اینترنتی آن نفرانی که از طریق اینترنت مخصوصا روحانیان از افغانستان و از چند منطقه ایران مردم اسلام رو از آنها میاموزند از طریق شبکه اجتماعی. بله واقعا مقامات تاجیکستان این را یک خطر جدی میدانند و یکی از منبع های گرویش مردم به افرادگرایی و در نهایت به تروریسم و حتی همین حدود 2000 کمی بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان بعد از سال 2015 میلادی رفتن به سوریه عراق در حیات داعش جنگیدند و مقامات میگن که اکثر اینها یا شاید میگم شاید گفت همه اینها از طریق امامان اینترنتی جلب شدن به اون و این بس جالب است. تا لحظات دیگر حتما از جنرال راتمنش هم میشنویم در این مورد و موضوعات مرتبط. شما این یک سوال هست که برخی از گروه های تندرو مثل داعش خراسان از چه ابزارهای استفاده میکنن برای سربازگیری جوانان. این سوال را هم از یکی از کارشناسا پرسیدیم که میبینیم و زود برمیگردیم. داعش خراسان برای همه کارهای خود از پلتفرم تلگرام بیشتر استفاده میکنند. همه برای اینکه جذب مردم نو اونها به طور موازی از دیگر پلتفرم ها اینکه استفاده میکنند. نوجوان ها در عموم اونها یک توجه خاص هم دارن با طالبان مدرسه فکری سلفی. ای همیشه یک از بنیادهای داعش بوده. اونها هدف قرار میدن با طالبای مدرسه نیکه سنی از نیکه از هر نیکه فکری بخش نیکه که باشه علاوه از سلفی ها. اونها هدف قرار میدن طالبای ناراض. خب جناب جنرال شما میدونین که تاجیکستان و بقیه کشورهای آسیای مرکزی همواره یک موضوع را مطرح کردن به عنوان یکی از نگرانی های اصلی که او عبارت از نفوذ گروه های افرادگرای مذهبی و دینی از داخل افغانستان است به خاک و کشورها. خب با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان چی فکر میکنید این خطر چقدر واقعی به نظر میرسه؟ خب ببینین ما قبلا هم باید ایره میگفتم ناپلیون در اسپیچ های خود میگه که گپ خوب و یا صحبت خوب بهتر است از یک اردوی منظمی که میخوای فعالیت بکنه. بنابراین گپ خوب را مردم بهتر میشنوند. افرادگراها در افغانستان اکنون به 22 گروه رسیده و یک گروه ها از کجا هستند؟ یکی از این گروه ها گروه انصارالله تاجیکستان است. انصارالله تاجیکستان به اساس همون برنامه های استخباراتی منطقه در افغانستان مجهز شد و برای از بین بردن دولت سابق با طالبان همکاری میکردند و اکنون در افغانستان به خاطر ای که کمتر دنیا متوجه شود تا
طالبا نوع با اوها مراودات دگی گرفتند که اینها بر علاوه ارتباطات با طالبان کوشش میکنند که به داعش هم بپیوندند و این داعش شدن تاجیک ها متاسفانه سابقه تاریخی دارد که در افغانستان اکنون پشت همین مسئله داعش هم کارهای اینترنتی میکنند، کارهای سیاسی میکنه و در عین زمان از نگاه اقتصادی اینها را تمویل میکنه. با تمویل شدن از یا اینها را وظیفه میتن. همین اکنون در بدخشان و در کندوز از این گروپ ها وجود داره و اینها نوع هم رابطه با طالبان دارن و هم رابطه با داعش دارن. و داعش بودن از یا به خاطر عزیز که اینها قبلا از سوریه و عراق الهام گرفتن و بودن از یا با طالبان به خاطر عزیز که اینا قبلا در پاکستان تدریس شدن و در پهلوی طالبان بر علیه جمهوریت سابق می جنگیدن. این دو گروه و دو تیف مفکوره اکنون دارن به یک جهت عمل میکنن که با داعش میخواهند بپیوندن به خاطر ای که داعش تمویل بیشتر میکنند و اینها را از طریق ولایات همسرحد با تاجیکستان وظیفه میده که غیر مسلح داخل تاجیکستان شوند و یا این که ببینین این بازارهایی که بازارهای مشترک در کندوز هم هست و در بدخشان هم هست، از اینجا باید دولت تاجیکستان بسیار متوجه باشه که ممکن است داخل منطقه شوند و فعالیت های را در اونجا انجام بدن. من اینطور میگم که بر علاوه از این همی فعالیت های اینترنتی در منطقه و خصوصا در تاجیکستان سرمایه گذاری شده که میخوان تاجیک ها را متاسفانه به گروپ های تروریستی جذب بکنن. این حالی آمدین سر مطلبه که چرا مردم به این گروپ های تروریستی جذب میشن. پیش از اینکه به این مورد بپردازیم جناب جنرال، با معذرت که معرفتون را قطع میکنم مگه چی موضوع مهم است، اگر بدانیم در مورد این عکس العمل ها با اجازهتان جنرال رادمنش، که ما میدانیم همونطور که بیشتر شما هم گفتین که خب در تاجیکستان هم گروه های محافظه کار هستند و در بیرون از تاجیکستان هم همونطور که جناب جنرال هم گفت این جماعت انصار الله در این طرف مرز حضور داره، هرچند طالبا یک چیزایی میگن انکار میکنن حضور جنگجویان تاجیک در داخل افغانستان را، اما گزارش های متعدد وجود داره که اینها حضور دارن در منطقه مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. خب این کارزار خانه به خانه که را افتاده و اینا میرن و با مردم میگن که با گروه های افرادگرای دینی یک جا نشوین و اینها، چی عکس العمل را تا حال در پی داشته؟ ببینید این اصول خانه به خانه سالهای قبل هم بود و عکس العمل زیاد نداشته، چون من فکر میکنم که این بیشتر یک اجرای همون نقشه است که خود مقامات دارن. اما یک چیز دیگری که گفتم باشه، با 600 هزار خانوار صحبت کردن، من شبه دارم راستی به این آمار، چون بیشتر این آمار است که از سوی مقامات صدا میدهد و آنها برای حسابات خودشان مثلا با هر خانواده که میرن. خب زیاد صحبت عادی است، این هیچ ظاهرا تاثیر هم ندارد و هیچ واکنش هم ندارد. اما در مسئله جای دیگر است که بعد از ماه جون که در تاجیکستان قانون قبول شد که پوشیدن لباسی به گفته مقامات به فرهنگ تاجیکان بیگانه را منع کرد، البته مشخص نبود این چگونه لباس است، اما میگن که منتقدان میگن این منظور سطر است. و چند حالت هم رسانه‌ای شد که در کوچه ها مخصوصا در پایتخت زنانی که سطر داشتن و یا جوانانی که ریش داشتن از سوی شخصان نامعلوم در مینی بوسا برده می شدن و گویا با آنها کارهای فهماندهی انجام می شود. این چیز در واکنش زیادتر دارد، واکنش اکثرا منفی در تاجیکستان از آن چیزی که شما اشاره کردید اصول خانه به خانه. چون در مثلا چی واکنش هایی؟ واکنش اینه مثلا در شبکه های اجتماعی این چیز انتقاد می شود که چرا مردم حق ندارد هر لباس را که دوست دارد بپوشد، چرا مردم حق ندارد که ریش گذارد. و سوال اساسی هم این است که خب اگر لباسی برای ما بیگانه گفته شما با سطر و حجاب مبارزه می برید، چرا با لباس های نیم آریان اروپایی که در تاجیکستان هم از آن زیاد می پوشند
مخصوصا در شهرها با آن مبارزه نمیکنه. پس چی فکر احساس میکنن اون گروه ها مثلا در شبکه های اجتماعی در مورد طالبان که فعلا حاکمان جدید در افغانستان هستند؟ خب نظرها با نظر داشت که عملکردهای طالبان در پنجشیر و در چند منطقه تاجیک نشین نظری مردم به طالبان منفی است. از آغاز چنین بوده، مخصوصا یک مدت موضوع پنجشیر خیلی در تاجیکستان داغ بوده. نظرها به آنکه به طالبان منفی است، اما به آنچه که تلاش می شود که زنان از ستر پوشی من کرده شوند یا اینکه مردان از ریش گذاشتن من کرده شوند، این هم در میان مردم اونقدر طرفدار زیاد ندارد و اکثرا واکنش های منفی است در شبکه های اجتماعی. تشکر از این. خب جناب جنرال، شما میخواستین در مورد این توضیح بدین که چرا افراد میپیوندن به گروه های افرادگرا، و من میخواهم این سوال را اینطوری مطرح بکنم که شما یک کم بیشتر هم بگوین بر مخاطبان ما، برای اینکه شما تجربه جنگیدن با گروه های مختلف دارین در افغانستان زمانی که در وزارت دفاع جمهوری مخلوع ایفای وظیفه میکردین. مثلا با داعش خراسان قطعات خاص شما می جنگیدن در مناطق مختلف، از مناطق شرق افغانستان گرفته تا در شمال افغانستان. خب حالا این بحث سربازگیری اینترنتی وضعیت را تغییر داده نسبت به سالها، چقدر این خطرناک است به نظرتان؟ ببینید، مبارزه علیه گروه های افراطی یک مسئله را بسیار با اهمیت می سازه که باید به اقتصاد کشور توجه شود. هرگاه در یک کشور فقر باشه، در اونجا مسائل افراد گرایی که از عشر و زکات و خیرات و بعضی چیزها پول جمع می کنند و در سطح منطقه و دنیا ایر شعار می دند و شعارشان هم کارا به خاطر ازی می افته که دولت همون وقت یا دولتی که در اونجا در هر کشوری وظیفه داره نتوانسته فعالیت ها و حکومتداری خوب را ارائه کنه، این کارگر می افته. بنان باید در مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی و داعش مبارزات متنوع را اندازی شود. به اقتصاد کشور اگر توجه نشود و به مردم اگر هر چند خانه به خانه رفته شود و برشان گفته شود که ریش نمانند و لنگی نپوشند و لباس چرقم بپوشند، این مؤثر نیست. بر علاوه فعالیت های سیاسی، فعالیت های اقتصادی میتواند تأثیرات بسیار عمده را در هر کشور، خصوصا در تاجیکستان داشته باشد. تاجیکستان یک کشور غنی هست و باید این غنی بودن را در اقتصاد مردم ای را تنظیم بکند. باید وضع اقتصادی مردم در تاجیکستان تغییر پیدا بکند. چرا مردم تاجیکستان مثلا به روسیه می روند کار می کنند؟ به خاطر ازی که در تاجیکستان فعالیت های اقتصادی هنوز هم به شکل خوبش سازماندهی نشده و اینها به دام افراطگراهایی می افتند که از طریق اینترنت از کشورهای مثل سوریه و عراق و کار در داخل خود کشور روسیه همچنان افراطگراها انجام می دهند و اینا رو جذب می کنند. و این چقدر می تواند برای طالبان خطر آفرین باشه جناب جنرال، برای این که شما تجربه یعنی جنگیدن با این گروه ها را داشتین در گذشته؟ بله، طالبان خودشان هم در مکتب درس خواندن، او مکتب مکتب افراطگرایی است، ولی برای حکومت طالبان به خاطر یزید چالش برانگیز است که اینها نتوانستند اهداف منطقوی دیپلماتیکی، سیاسی و اقتصادی را در افغانستان پیاده بکنند. اکنون اینها وضعیت را در افغانستان از نگاه اقتصادی به حد خراب ساختند که طیف بزرگی از انسانها از افغانستان بیرون شدند. گفته میشه که اکنون 7 میلیون انسان افغانستان را رها کرد و تعدادی هم که در افغانستان هست با فقر زندگی میکنند. این چطور میتوانه که تروریست ها، افرادگره ها در بین مردم افغانستان کار نکنند؟ شما ببینید وقتی که یک مریض با مکروب های مختلفه مواجه میشه،
هر مکروب میتواند تاثیرات خود داشته باشد. 23 گروه تروریستی در افغانستان هست، همین کنون هستند و اینها در زمان گذشته توسط پاکستان با در نظر داشت اهداف استراتژیکی که داشتن به افغانستان فرستاده شدند و بر علیه جمهوریت کار کردند و اکنون هم در اونجا هستند و تنها تی تی پی روی خود گشتانده به طرف پاکستان که اکنون در اونجا هم وضعیت را خراب ساخته. بنابراین طالبا از عملکرد خود مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت. هرچند طالبان میگن که توان مبارزه با داعش را دارن و نمیگذارن که هیچ گروه تهدید به بار بیاره برای کشورهای دیگه، اما همونطور که شما میگه اشاره کردین جنرال های امریکایی مثلا جنرال مایکل کوریلا رئیس سنتکام چند ماه پیش گفت که چون این نیست و طالبان به اندازه کافی توانایی مبارزه با داعش را ندارن، یک خطر جدی هست. خب اگر بر بگردیم به یک موضوعی که جناب جنرال هم بهش اشاره کرد، خطر افرادگرایی، ما در تابستان امسال شنیدیم که برخی از ملاها خواستار راه اندازی نو از جهاد در تاجیکستان شدن. شاید این هم جالب باشه برای مخاطبان ما که یک کم بیشتر بگویی ملا رجب. و دقیقا این ماه جون امسال بود که بعد از همون قانونی که من اشاره کردم، قانونی که پوشیدن لباسی به گفته مقامات و فرهنگی ما بیگانه را منع کرد، فکر کنم دو یا سه روحانی از افغانستان جهاد اعلان کردن علیه تاجیکستان. خب علیه تاجیکستان نه، بلکه علیه حکومت تاجیکستان اگر مشخص بگیم، که اونها گفتن که این اسلام هم منع کردن و دیگر، و این چیز در داخل تاجیکستان خیلی واکنش های زیاد داشت، خیلی واکنش های زیاد، و حتی روحانیان تاجیکستان اومدن الان نمیدونم با درخواست کی و علیه این چیز شعار دادن، و همین مثلا باعث شد که مقامات بار دیگر بارها گفتن که خطر افرادگرایی از آن سوی مرز یعنی از افغانستان زیاد است، و به حرفهای طالبان درباره اون که میگن ما با داعش و دیگر گروه های افرادگرا مبارزه میبریم چندان باور کردن نشاید. و مکدیدوم از جنوری امسال 30 شهروند تاجیک به انجام یا طراحی اقدامات تروریستی در خارج از کشور به نمایندگی از داعش خراسان متهم شدند. که جناب جنرال با توجه به چیزهایی که تا حال گفتیم، چون وقت برنامه هم کم هست، آینده را شما چگونه میبینین؟ آینده را اگر کشورهای منطقه و قدرتهای منطقه و دنیا در مورد افغانستان متوجه نشوند و این مثلثی که به شکل نامرئی در منطقه جور شده، یعنی افرادگراهای پاکستان، افغانستان و ایران، اگر متوجه از این نشوند، دنیا در آینده با مشکلات بسیار عدیده مواجه خواهد شد. و مبارزه علیه از این فقط تنها مبارزه ای نیست که به مردم گفته شود که به افرادگراها تسلیم نشوند. مبارزه بر علیه از این فقط جنبه های بسیار بزرگ اقتصادی دارد. مردم را باید به پا ایستاد کرد، از نگاه سیاسی مردم را باید فهمان که افرادگرایی در افغانستان نتیجه شی شد که 7 میلیون انسان وطن خود را یلا کردند. افرادگرایی در افغانستان باعث ای شد که امروز در افغانستان مردم به یک لقمه نان اینها نمیرسد دستشان. افرادگرایی در افغانستان باعث ای شد که ما رفتیم به قرون اولا، امروز در افغانستان کس گپ زدن نمیتونه، رسانه ها صحبت کردن نمیتونن. ما برای شما بگم به حیث یک آگاه نظامی، قبلا روز 10 مرتبه من از افغانستان برای من تلفن میشد و اما مصاحبه داشته، اما 2 هفته میشه که یک مصاحبه هم در داخل افغانستان انجام نداده. این به معنای عزیز که دیگر آزادی مردم سلب شده، رسانه ها دیگر هیچ معنایی ندارن در افغانستان، به خاطر از اینکه آنچه در افغانستان میگذره اونا نتوانن انعکاس بدن. پس اینطور یک مملکت، اینطور یک وضعیت در کدام کشور، خصوصا در تاجیکستان که مردم دارای اهل هنر، علم، فرهنگ و سابقه خوب سیاسی دارن، این چی تاثیرات به اونها خواهد گذاشت؟ اونها هم میخوان مثل ما، اونها خب
هنوز 5.5 میلیون نفوس دارن، برمند از تاجیکستان. اونها هم میخوان مثل ما در بدر شون، اونها هم میخوان که رسانه نداشته باشن، تلویزیون نداشته باشن، زنایشان آزادی نداشته باشه، وضعیت در اونجا هم همینطور شده مثل افغانستان. از برای خدا مردم تاجیکستان اگر صدای مرا میشنوند، به لحاظ خدا عشق ازیتر یک جهنمی که او را جنت تبلیغ میکنن نکنن. باید اینجا تمام بکنیم این برنامه را. جناب جنرال محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور نظامی، و ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را تماشا کردید.